سلام به همه، من آیدم. به ویدیوی آموزش میکاپ با آید خوش اومدین. بچه ها تو این ویدیو قراره یه سری لایف هک بسیار بسیار کاربردی رو با هم ببینیم و تمام مشکلات و موانعی که موقع آرایش کردن پیش میان رو از سر راهمون برداریم. از همه مهمتر اینکه قراره با جدیدترین متد آرایشی آشنا بشیم. چی میگی؟ بله، قبلش آید استدیو رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله فسقلی کنارش هم بزنید که به محض آپلود ویدیو جدید اول از همه بیاید ببینیدش. Let's go. اولین ویدیو میخواد کانسیلر بزنه، میبینه که وای بیوتی بلندرم داغونه، ولی یه چیز بهتر، بادکنک. با بادکنک میتونم کانسیلرم رو روی صورتم بزنم. اصلا چشم آب نمیخوره، خیلی به نظرم مزخرف. ولی خب اصلا مهم نیست، قراره که امتحانش کنیم و ببینیم که آیا میتونیم بادکنک رو جایگزین بیوتی بلندر کنیم یا نه. به جای این کار میتونیم با دستم این کار انجام بدیم. کانسیلر رو پوستم، اینم بادکنکم. توی این ویدیو خانومی رو میبینیم که داره ابروهاشو مداد میزنه و آخرش میبینیم که گند زده به ابروهاش و همون لحظه است که دوستش عطسه میکنه و موچینش میفته دست این و بعد یه فکری به سرش میزنه که مداد رو بزنه به نوک موچین و بزنه به ابروهاش. اون یه لعنتی باهوشه. به نوک موچینمون مداد ابروهمون رو میزنیم. حالا زخم میکنه، خیلی میسوزه، خیلی احمقانه است نظرم. موچین تیزه برای اینکه آدم بتونه باش موها رو برداره، نه اینکه باش چیزی رو رنگ کنه. توی ویدیوی بعدی خانومی رو میبینیم که در حال سایه زدن و بعد میگه چرا نمیشه، قاشق برمیداره و با قاشق یه سایه بسیار بسیار هنری و زیبا خلق میکنه. دوستان اگه تا الان فکر میکردین که قاشق برای غذا خوردنه، سخت در اشتباهی. آخرین استفاده‌ای که میشه ازش کرد غذا خوردنه. قبل از هر چیزی بهتر بدونید که من کلن سایه زدن بلد نیستم. ته آرایش کردنم همین خط چشم و رژ لبی که میزنم. ولی خب اشکالی نداره، چون تو این بخش از ویدیو قرار سایه زدن رو به صورت فوق حرفه‌ای با قاشق با هم یاد بگیریم. خب سعی کنم رنگ پررنگتر رو انتخاب بکنم که کاملا مشخص باشه ببینید. سایه‌ای که تونستیم با قاشق در بیاریم، نمیدونم که چقدر تر زدم به قیافم. ولی خب من همینقدر تونستم. توی این بخش بعد از اینکه سایه‌مون رو زدیم، یه کار جالب و شگفت‌انگیز دیگه می‌کنیم. با یه قاشق تو سایز البته کوچیک‌تر کرم یا سایه رو می‌زنیم و در آخر یک سایه بسیار زیبا با یک ترکیب رنگی فوق‌العاده می‌تونیم داشته باشیم. اصلا شبیه اون چیزی که نشون داده بودم تو فیلم نیست. در واقع اینجوری میشه، نه اونجوری که تو فیلم دیدیم. بعد سعی میکنیم که فیدش کنیم. به به، چه سایه، چه سایه فوق‌العاده. این از سایم. عزیزای دلم، قراره توی این بخش روی این چشم من یک مدل سایه دیگه کار کنیم، اما نه با قاشق، با یه چیز بسیار کاربردی و جذاب دیگه. یک عدد در بطری داره یک سایه بسیار حرفه‌ای کار میکنه پشت پلکش. برای نتیجه فوق‌العاده عالی. خیلی هم آسونه این کار. فقط یکم به سایز دری که میخوایم بردارین دقت کنه. واسه من تو سایز بزرگتر اصلا مشکل نداره. آخ چشم نمیبینه. یک سایه فوق‌العاده فشن و یک سایه ملو. سعی میکنیم یه ذره با خلاقیت خودمون رو یکم رو فرم بیاریم. خب رسیدیم به بخش حساس و مهم ماجرا، کشیدن خط چشم. آیا نمیتونید خط چشم بکشین؟ اصلا مهم نیست. ما اینجا یه نخ داریم که خط چشممون رو بهش میزنیم و میتونیم راحت یه خط چشم بسیار زیبا داشته باشیم. نخمون رو برمیداریم. سایزش اصلا مهم نیست. به این صورت. اینطوری. حالا خب ایبی نداره که خیلی طولانی شده و تا بناگوش هم اومده. مهم اینه که یه جوری جمعش کنم. این گندی که زدم. اگه دوست نداشتی میتونی خط چشمتون رو کم پاکش کنید. میگم که بهتر شه. بهتر تا بیشتر از این گند نزدم. بریم سراغ چشم راستم و یه مدل دیگه خط چشم زدن رو بهتون یاد بدم. یا اول فا! اگه نمی
نمیتونی خط چشم بکشین و کلا از خودتون قطع امید کردین، کاری نداره، یه نوار کاغذی برمیداریم روش با ماژیک رنگ میکنیم و مدل خط چشمی که میخوایم رو برش میزنیم و میچسبونیم به ته چشممون. الان ازش واقعا خط چشم قشنگ شده. من از چسب کاغذی استفاده میکنم، رنگش میکنیم، بعدشم میبریمش. چجوری باید برش بزنمش؟ بالاخره بریدمش به این صورت. استاپ کنید دوستان، یه کاری هنوز مونده، ریمل نزدیم. No god please no no. اگه در موقع ریمل زدن میچسه بالای پلکتون و گند میزنه به چشمتون، سرویس قاشق چنگالتون رو در بیارین و yes با قاشق این کارو بکنید. خیلی شیک و مجلسی. خب یه بخش خیلی مهم توی میکاپ کردن کانتور کردنه. امروز میخوام کانتور کردن بینی رو به روش فوق‌العاده نوین آموزش بدم. قلمو پد بینی عینکش رو رنگی میکنه، بعدش هم عینک میزنه، عینکش رو میکشه پایین. خب عینکمون رو برمیداریم. دقت کنید که حتما باید آفتابی باشه، یعنی اگه آفتابی نباشه امکان نداره کانتورتون خوب در بیاد. به این صورت رنگش میکنیم، عینکمون رو میزنیم، میکشیم پایین. البته قبلش باید این تدای بینیشو کاملا میزون کنیم با حد بینیتون. به هر حال دیگه کاری که شده به اتمام برسونیم. چی کار دارم میکنم؟ فاجعه شده. خب حالا باید سایه سفیدمو پیدا نکردم. جورم که پودر سفید استفاده کنم. واو چه کانتور حرفه‌ای. اگه همینجوری با آموزش‌های من جلو بری قطعاً میتونید تو آرایش کردن خلاق باشین، هم تنوع بیش از اندازه‌ای داشته باشین. همونجوری که میبینید بینی من خیلی زیبا شده با کانتور. حتما این کارو امتحان کنید و نتیجه‌شو توی کامنت‌ها یا دایرکت پیج اینستاگرام برام بنویسید. آیا نمیتونید رژ لب بزنید و همش دارین گند میزنید تو لبتون؟ فقط کافیه یه سنجاق رو 180 درجه وا کنید تا بتونید باش رژ لب بزنید. سنجاقمون رو به این صورت. اوه چه جوری انقدر راحت بازش کردم؟ همش دروغ، همش نیرنگ. ترین چیزی بود که میتونستم انجام بدم. بخواییم پایین لبمون رو رژ بزنیم، باز هم قاشق به کمکمون میاد و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینم از میکاپ امروزمون. خب دوستای عزیزم، آموزش میکاپ فوق حرفه‌ای امروزمون هم همینجا به پایان میرسه. اگه سوالی داشتید اصلا تعارف نکنید، توی کامنت ها یا توی دایرکت پیج اینستاگرام حتما ازم بپرسین تا من این علم بیکرانمو در اختیار شما قرار بدم و به تک تک سوالاتون جواب میدم. اگه از میکاپ امروز آید استدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید و به کانالم سابسکرایب کنید و زنگوله فسقلی کنارش هم بزنید. حال دلتون خوب. خدا نگهدار.